مردیم از بس با این انیمه کارای جدی کردیم، یه مزار مسخره بازی دراریم، یه کار اصلا متفاوت، یه تکنیک جالب. یه پروژه دارم و یه ویدیو توش ایمپورت میکنم، فرمت های رایج ویدیویی توش ایمپورت میشه. مثلا من اینجا یه ویدیو دارم، خب میذارم اینجا، یه خیابون از خیابون های پاریسه و خلاصه یه دوچرخ سواری داره عبور میکنه، میبینید که صداش هم اومده، اینقدر ویدیو. خلاصه دوباره میخواییم چیکار کنیم؟ میخواییم به جای کله این خانم دوچرخ سوار یه شکلکی بذاریم، یا بغلش مثلا چیزی بنویسیم. میخوام ویدیو ترکینگ بهتون آموزش بدم که در نرم افزارهای اصولا ویدیویی خیلی بابه. مثلا یارو داره تو جمعیت حرکت میکنه، بالای سرش یه نوشته میذارن، یا در این کاری که از تکنیک های انیمیشن خیلی باحال انیمه حساب میشه، میشه کار کرد. دیدید مثلا یه نفر داره راه میره، یه عروسک کنارش راه میره، از اینجور کارا. مثل اون کارتون نجاره بود، چی بود؟ با وروجک همش با هم بوده، یعنی ترکیب فیلم واقعی و انیمیشن. حالا هم میشه که مثلا این دوچرخ سواری میکنه، یه دوچرخ سوار دیگه هم بیاد رد چه کارتونی، میشه اینجا مثلا بازی درست کرد، بعد میشه به این دوچرخه یه گفت با این عروسک فرضی من سلام علیک کنه. خلاصه خیلی کارا میشه کرد. میشه این کرکتر که اینجا میذارید سایه داشته باشه رو زمین، درسته؟ سایه همه جا توی انیمه شما میتونید یک شیپی رو به عنوان سایه کرکتر بذارید. خب حالا من میام یکیشو اجرا میکنم، مثلا اینکه به جای کله این یه چیزی بذاریم، یا مثلا بیام اینجا یه عروسکی رو بذاریم که داره سیگار میکشه، مثلا تکیه داده به دیوار توی این صحنه واقعی، همش شدنیه. خب یکم هم بخندیم دیگه. کاری که میکنم اینه که اول این ویدیو ترک روشن شد، چون ویدیو آوردم دستم هم اینجا روی لایه ویدیویی قلتک زمان هم رو فریم صفر، اینو بر میدارم، زوم میکنم و روی صورت این یک کلیک میکنم و یک دونه ترکر باز میشه. این ترکر میتونید شما محدوده اثرش رو بزرگ و کوچک کنید، ولی هرچی بزرگ کنید خب ممکنه یه چیز دیگه هم رنگ این باشه، اونو انتخاب کنه و اشتباه کنه. اگه گرفته باشتش، اگه پلی بزنیم ترکینگ شروع میشه، نگرفتتش ترکینگ هم شروع نشد، بعضی اتفاقا میفته. اینجا من اینو محدودتر میکنم، اینم در این حد، ببینیم گرفت، بله، و شروع کرد به ترک کردن صورتمو. میبینید که اشتباهاً تیشرت این خانومو میگیره خیلی جاها، و این از مشکلات ترکینگه، به این سادگی ها نیست. دیدید؟ حالا برای اینکه این مشکل حل شه چیکار کنیم؟ ببینید تا اون جایی که از فریم یک این خطا رو میکنه، کلن کنترل زد بزنیم این از بین بره، زوم کنم این رو بذاریم به جای تیرگی رو قسمت روشن صورتش، ترک کنیم ببینیم. بله هنوز مشکل داره باشه. خب اشکال نداره، راه زیادی هست. یه راهش اینه که ما اینو بذاریم این بره تا جایی که درست میره، خب بره، یا بذارید من دایره رو ذره بزرگتر کنم ببینم میشه که اشتباهش کم شه. نه همون اول اشتباه میکنه، اشکال نداره درستش میکنیم. یه روش دیگه ای هست که شما میتونید خطای اینو کم کنید، و اونم اینه که بیاید و ترکینگ مرحله مرحله انجام بدید. یعنی میاد اینجا تا اینجا هم داره اینو ترک میکنه. خیلی خوب، من
در فواصل معینی ترکینگ رو تصحیح میکنم به صورت دستی، یعنی اینو میبرم میذارم دوباره اینجا. ترکینگ به بعد پاک میشه، دوباره ترک میکنیم اصلاح بشه. هر از گاهی این کاری که بکنید این برمیگرده به مسیر. خب باز اینجا رفته، باز من فعلا تا اینجا رو باز جای اینو عوض کنم بذارم اینجا، باز به بعد پاک میشه، باز ترکش میکنه. بکنم این بار خطایی پیش نیمد. نگاهی کنیم، از زوم بک کنیم ببینیم چی داریم. اینجوری میره 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 و تقریبا اینجاها هم درسته. اینجا جا مونده، از یکم عقبترش من ترکینگ رو درست کنم و بگم که ترک کنه. حتی اینجا چند کی فریم بیشتر نداریم دیگه. کلن چون فیلمه اینجا رو باید با دست درست کنم. یک بارم که ترک میکنه دیگه تمومه، یعنی دوباره ترک نمیکنه، یک بار ترک. خب از اینجا میاد میاد میاد، تقریبا درسته درسته درسته، ولی اوایلش یه ذره تکون میخوره. من اوایلش هم علاقه من دارم که درست کنم، یعنی اینجا در این فریم درسته، اینجا اینجا اومده پایین. بعد از اول میکنه، حالا میزنه همه اینا رو پاک میکنه. آه نه، تا کی فریم همو پاک کرد. آخ جون خوشحالم. اما اینجا اینجا افتاده پایین، من از اینجا رو پاک میکنم تا اینجا دیگه، دوباره تا کیفره میگه خودم دست درست کردم میاد. اینجا رو هم میذارم اینجا. خیلی خوب، بهتر شد. تقریبا ترکینگمون تمومه، درست شده. حالا میریم یه عکس، یه وکتور، یه آبجکت 3D، یه PNG، یه PSD، یه ایلستریتور، یه SVG، همه چی قبول میکنه. این نرم افزار انیمه همه چی اینجا قبول میکنه، از فایل های SVG بگیرید تا ایلستریتور، EPC. SVG ها برای انیمیشن سازی خیلی استفاده میشن و عکس میارید، عکس PNG بدون بک‌گراند که میدونید میاره، و آبجکت های 3D و آبجکت های نرم افزار پوزر. پوزر نرم افزاری است که حالا درس خواهم داد. تصاویر چیز درست میکنه، صحنه های تخیلی، علمی تخیلی درست میکنه. اوکی، من یه دونه آبجکت انیمه استودیو میارم، یه مثلا دختره رو میارم. خب این اومد، حالا من اینو کوچیک میکنم، زوم میکنم، میذارم رو کله این بیچاره که میاد احتمالا دنبال ما. یکم هم طنزش میکنم، یعنی کله رو گنده تر از بدن میگیرم. دقت کنید که در فریم یک هستم این کارا رو میکنم، نه در صفر دیگه، میخوام چون میخوام انیمیشن اعمال کنم. و این در واقع اوریجین لایه جایی است که منطبق میشه با اون دایره ترکینگ. اینو بذارید تقریبا وسط که بالا پایین که میشه کله این، اینم باهاش میره. حالا روی این لایه گر یا دختر که هستید، اینجا ترک لایر تو ویدیو رو میزنیم و ترک پوینت میکنیم. میپرسه که فقط زاویه با این
ترک عوض بشه یا اسکیل هم عوض شه، میگیم اسکیل هم عوض شه، یعنی بزرگ و کوچیک شه به نسبت اینکه این کاراکتر ما، یعنی این دوچرخه سوار ما نزدیک و دور شه. اوکی که بکنید اتوماتیک ساخته میشه و خدای من دیگه نمیتونم تو پاریس زندگی کنم. اوکی پلی میکنیم. کیف کردی متا بازم هواپیما میگیم انیمیشنمون تا همینجا پلیشه، یعنی کنترل کلیک راست اینجا از فریم یک، کنترل کلیک چپ. خیلی خوب ببینیم چی ده. بیا میدونیم یه نوشتم بذاریم بغلش. کیف کردی؟ یعنی کله داره با دوچرخه حرکت میکنه رو تک تک سرای اینا. میتونیم چه چیزی بذاریم اینجا؟ هم میتونیم یه کاراکتر بذاریم وایس چایی بخوره. پس دقت کنید که داره صحبت میکنه، یعنی لیپسینگ دهن دختر فعاله، پس انیمیشن روی فیلم شدنیه. خیلی کارا میتونید بکنید، فقط بچسبید به این انیمیشن سازی و پول درارید. حرفاتونو بزنید، فیلماتونو بسازید، ایدهاتونو پیاده کنید. نیاز به تیم هم ندارید، با یه لپتاپ ساده و اینجور کارا میتونید بکنید. من میتونم الان خروجی ویدیویی از این بگیرم، به راحتی میتونم بیام. آموزش دادم دیگه همین قسمت اکسپورت و روی میتونید صحبت کنید. کارایی که میکنن انیمیشن درین درین و نمیدونم انیمیشن های کوتاه مختلف، چیزی بیشتر از این کارا نیست. خیلی خب بریم ویدیوی بعدی. تفریح خوبی بود، خوش گذشت رفقا.